یاد کن از من که اندر چار فصل عمر عشق هم زبان هم آشیان هم داستانت بودم. من بازگشت خیش به ایرانم آرزوست، آنجا که هست میهن من آنم آرزوست. قلبی پر از امید و سری پر ز شوق هست، دیدار رشت و یزد و خراسانم آرزوست. من شهرهای کشور غربت دیدم، دیگر بس است، خاک سپاهانم آرزوست. من کعبه را به خاطر سنگش نخواستم، شیراز را به خاطر یارانم آرزوست. فرض محال گر بهشتم شود نصیب، سر باز میزنم که خطه ایرانم آرزوست. گوشم خراش یافت ز آوای شوم جغد، آواز کوچه باقی تهرانم آرزوست. دکتر عطاء صفوی. در مگادان کسی پیر نمی شود. خاطرات دکتر عطاءالله صفوی از اردوگاه های استالین. نویسنده دکتر عطاءالله صفوی با همکاری عطابک فتح‌الله زاده. بعد از 41 سال و 176 روز رفتم ایران و مایا. بعد 41 سال، این داستانش عجیب غریبه. اومدیم از اینجا، از تاجکستان اومدیم ماکو، از ماکو اومدیم مرزو، از اون دیگه آسترا، از با واگن قطار اومدیم داشتیم میادیم ماکو تا راهان تهران دیگه، راهان تهران. خب رفتیم، من خواستم برم که بمونم اونجا، هیچی برگشتیم. بعد از 5 سال دیگر من خودم رفتم اونجا، رفتم اونجا و بعد دمی برسای امام خمینی شده جراحی کردم اونجا. من 6 ماه اونجا بودم بیکار. ای خدایا، چی دیگه؟ بعد دادن عمومی. بعدم کار کردم توی بیمارستان نیمه شبان ساری. کار خوبی کردم اونجا. اونجا بچه دکتر بودم، گفت اینه بیرون کن. برای خیلی مزاحم میشه. چی من صدا کرد دکتر رئیس بیمارستان دیگه. گفت برو اینجا، اینا نمیخواد تو اینا برای کار کنیم. برو یه تو شهر کوچیکی یه تو دی اونجا کار کنم. اومدیم به شهر دیگه اونجا، اونجا خواهرم اونجا بود دیگه، یک خواهرم بود اونجا بود همش. اونجا مطب زدم اونجا، اونجا کار کردم 5-6 ماه. همون گفتم دیگه میشود داستان شد. در مسجد دندم ره که مستی و در میخانه که خواه مار خواهم است. نمودم دیگه اونجا کار کنم دیگه. اینه بگیر، اونه بزن، اونه عکس بیار، اونه بزن، تادر پاک کن. من بازگشت خویش به ایرانم آرزوست، اونجا که هست میهن من آنم آرزوست. قلبی پر از امید و سری پر از شور هست، دیدار رشت و یزد و خراسانم آرزوست. من شهرهای کشور غربت دیدم، دیگر بس است، خاک سپاهانم آرزوست. من کعبه را به خاطر سنگش نخواستم، شیراز را به خاطر جانانم آرزوست. فرض محال گر بهشتم شود نصیب، سر باز میزنم که خطه ایرانم آرزوست. گوشم خراش یافت ز آوای شوم جغد، آواز کوچه باقی تهرانم آرزوست. من این شعر نوشتم 1974 در تاجیکستان. جوانی ایرانی که با رویای دنیای زیبای کمونیستی و کشور شوراها
داوطلب عضویت حزب توده جوانان شده بود و به شوروی رفته بود، به کشوری با شعار کار برای همه، فرهنگ برای همه، آزادی برای همه، بهداشت مجانی برای همه، نزدیک 8 سال را از زمان ورود به شوروی در زندان و کار در اردوگاه کار اجباری گذراند و نزدیک 50 سال پزشک و جراح معروف در شهر دوشنبه در تاجیکستان شوروی بود. 4 سال پس از بازگشت از تاجیکستان در تورنتو کانادا در سال 1391 درگذشت. روحش شاد. داشتم از تلاش برای بازگشت به ایران می گفتم. زمان می گذشت و ما در حسرت وطن می سوختیم. با وقوع انقلاب فقط چند نفری از ما بهتران روانه ایران شدند. من پس از انقلاب به مدت 2 سال پی در پی به سفارتخانه ایران در مسکو نامه نوشتم، اما جوابی نرسید. هنگامی که جنگ ایران و عراق در جریان بود، طی نامه‌ای پر از شور و احساس نوشتم، حاضرم برای دفاع از خاک کشور عزیزم با این سن و سال عازم جبهه جنگ بشوم تا دین خود را در قبال کشورم ادا کنم و مشتاقانه منتظر جواب نامه هستم. اما این آقایان برای یک بار هم شده جواب ندادند. من انتظار داشتم کارمندان وزارت امور خارجه ایران پس از انقلاب حداقل بدتر از کارمندان زمان شاه نباشند. نمیدانم چه کسی نامه های مرا میخواند. هر کسی که بود من هرگز او را نمیبخشم. در آن زمان احساس چندشاوری به من دست میداد. گویی من نه با نماینده ی کشورم بلکه با یک چاروادار سرطویله ی ناصرالدین شاه طرف هستم. جنگ ادامه داشت. هر روز با عصبانیت اخبار ایران را دنبال می کردم. روزی بوین، مفسر و گزارشگر پرنفوذ و صاحب نام شوروی که به معیار آن روزی مستقل بود، در یکی از گزارش‌های رسمی از تلویزیون مسکو لحن جانبداری از عراق به خود گرفت. نامه اعتراضی به وی نوشتم. او به نامه من جواب داد و از من به خاطر انتقادم تشکر کرد. وقتی که من برخورد این مفسر را با کارمندان سفارت ایران مقایسه کردم، عرق سردی بر پیشانیم نشست. من هنوز هم جواب نامه ایشان را در آرشیو خود دارم. او یهودی بود و بعدها سفیر شوروی در اسرائیل شد. اما من ولکن معامله نبودم. پس از دوندگی های بسیار در سال 1981 از صلیب سرخ شوروی ویزای خروج از شوروی را گرفتم و برای دریافت ویزا از ایران با ناامیدی عازم مسکو شدم. در جلوی در سفارت ایران در مسکو مدارک من توسط ماموران شوروی بازرسی شد و سرانجام وارد اتاق انتظار سفارت شدم. یکی از کارمندان سفارت با حالتی تحقیرآمیز به طرفم آمد. جواب سلامم را نداد و حتی با من دست هم نداد. شاید فکر میکرد که دستش را چرا نجس کند. او ریش داشت و تسبیحی در دست میگرداند. گرچه من سن پدرش را داشتم، اما با من مثل دشمن حرف میزد. هنوز دهانم را باز نکرده بودم که او مخالفت با من را شروع کرد. قلبم فشرده شد. خود را هر طور شده کنترل کردم و از وی پرسیدم که آیا می توانم سفیر را ببینم؟ او قیافه‌اش را ترش کرد و گفت نخیر نمی شود. باز تلاش کردم که دل او را به دست آورم و گفتم پسرم، من چند سال به عنوان جاسوس ایران در قطب شمال در اردوگاه و زندان بودم. چه ها که نکشیدم. من عاشق کشورم هستم. از تو خواهش می کنم مرا از این کشور غریب کش نجات بده. من عضو حزب توده نیستم، فقط میخواهم به عنوان یک شهروند ایرانی به کشورم بازگردم. حاضرم به عنوان جراح عازم جبهه جنگ بشوم. دیدم او حتی برای حفظ ظاهر هم که شده با من اظهار همدردی نمی کند. یک لحظه احساس کردم گلوله های تحقیر بدنم را سوراخ سوراخ کرد. خدایا، برای رفتن به وطن چقدر توسط بیگانه زجر کشیدم. حالا هم باید در مقابل این هموطن جوان، اما نفهم که شعورش از حد یک شاگرد قهوه خانه هم کمتر از تحقیر بشوم؟ آخرین تحفه ها را چه کسانی به عنوان نماینده کشورم به خارج فرستادند؟ از طرز برخورد او سرم گیج رفت و خیلی ناراحت شدم. سرانجام نیز مرا درک کرد. از سفارت که خارج شدم، عشق از چشمانم سرازیر شد. به احساسات من زخمی چنان ضربه کاری خورده بود که قادر نبودم خود را کنترل کنم.
احساس عجیبی داشتم. انگار من فلک زده برای فرار از بدبختی های بیشمار به مادرم پناه آورده بودم و او مرا از خود رانده بود. طبق معمول ماه و خورشید و فلک در کار بودند تا همه درها به روی عطا بسته شود. خدایا این چه سرنوشت شومیست که من دارم. هرچه برای رفتن به ایران تلاش می کردم، تمام عوامل و عناصر دست به دست هم می دادند تا مانعی بر سر راه من به وجود آورند. آن از سفارت ایران در مسکو و این هم سفارت ایران در برلین. این خاطرات را به عشق وطن عزیز و برای عبرت جوانان هموطنم می نویسم که اشتباهات ما را تکرار نکنند و بدانند که نسل‌های قبلی چه کشیدند. اما این را هم بدانند که یادآوری گذشته و نوشتن خاطرات در این سن و سال آسان نیست. این یادها گاه انسان را به شدت غمگین می کنند و گاه لرزان و گاه نیز همچون خنجر قلب فرسوده را پاره می کنند. می خواهم به جوانان نشان بدهم که چگونه انسانهای فداکار بر اثر تبلیغات شوم و زهرآلود شوروی محو و نابود شدند. تمام بدبختی های ما و حزب توده از اینجا شروع شد که فکر کردیم با اتکا به شوروی می توان به عدالت و آزادی رسید. باید گفت نه تنها شوروی بلکه کشورهای متمدن و پیشرفته هم برای ما آزادی و عدالت به ارمغان نخواهند آورد. ملت ایران در اساس باید به خود باوری برسد. به باور من دموکرات ترین کشورها هم به منافع کشور خودشان بیشتر از مسائل حقوق بشر پایبند هستند و هرگاه منافعشان ایجاب کند در سیاست خارجی به توسعه طلبی سیاسی و اقتصادی رو می آورند. دوباره به بهشهر برگشتیم. روزی در جیب کتم مدرک درجه عالی دکترای خود در رشته اورولوژی را یافتم. همانطوری که قبلا نوشتم، تمام مدارک تحصیلی مرا در مرز جلفا ضبط کرده بودند. اما این یکی در جیبم جا مانده بود. با کمک یکی از پسردایی‌ها که در وزارت بهداشت و درمان کار می‌کرد، مدرک من به طور رسمی ترجمه شد. متن ترجمه شده در اختیار معاون وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. ایشان مرا به دانشگاه علوم پزشکی تهران فرستاد و در اختیار سرپرست بخش اورولوژی بیمارستان امام خمینی قرار گرفتم. در این بیمارستان برای ارزشیابی از تخصص من در سه عمل جراحی شرکت کردم. سپس باید در یک مصاحبه شرکت می کردم. پس از 25 روز مرا برای مصاحبه به اتاق هدایت کردند. در این اتاق 12 نفر نشسته بودند. کسی از آنها لازم ندید که خود را به من معرفی کند. اغلب سوالات دینی و برایم عجیب بود. انگار من حجت الاسلام هستم. سرانجام گفتند شما بروید، خبرتان می‌کنیم. پس از یک ماه نامه سربسته‌ای به من دادند که به وزارت بهداشت و درمان مازندران برسانم. بعدن فهمیدم در آن نوشته بودند که من فعلا می‌توانم به عنوان پزشک عمومی در مازندران مشغول کار شوم. اما کار به این راحتی نبود. این اول عشق بود. این روزها مصادف شد با درگذشت آیت الله خمینی. شب و روز دعا، سینه زنی و میتینگ‌های عزاداری بود. دولت نیز با تمام امکانات خود، توسط رادیو و تلویزیون، مطبوعات و ارگان‌های دولتی و مساجد به عزاداری مشغول بود و در این هنگامه طبیعی بود که خواست من پاک فراموش شود. همسرم با دیدن این عزاداری‌ها تعجب می‌کرد. می گفت می دانم که رهبر دینی و سیاسی در گذشته است، اما چرا این مردم به سر و صورت خود می زنند؟ باری پس از مدتی انتظار روزی مرا به اداره اطلاعات خواستند. به آن اداره مراجعه کردم و به مدت یک ساعت منتظر آقایی شدم که قرار بود با من مصاحبه کنم. دیدم خبری نیست. پرسیدم این آقا کجاست؟ یکی از کارکنان به من گفت که بروم و فردا بیایم. دوباره این رفتار تکرار شد تا اینکه روزی حضرت آقا با یک من اخم و قیافه تشریف آوردند. او مردی 30 الی 35 ساله و از بیخ نادان بود. حتی نمی‌دانست تاجیکستان کجاست. من نمی‌خواهم بنویسم که از من چه می‌پرسی و چگونه روح و روانم خورد و دلم خون می‌شد. بازجویی‌های کاگبه به یادم آمد. سوال و جواب و رفتار به گونه‌ای بود که انگار با یک جاسوس و یا جانی طرف است. خواننده گرامی، من انتظار نداشتم که از من بپرسد در این 41 سال در زندان و اردوگاه‌های استالینی و غربت بر من چه گذشت. اما حداقل انتظارم این بود که پس از 41 سال دوری
در بازگشت به وطن با مسئولانی طرف باشم که حداقل آداب معاشرت بین دو انسان را رعایت می کنند و به من زخم دیده و عاشق وطن بدون تحقیق و بررسی با سبک مغزی به چشم جاسوس نگاه نکنند. وقتی جنگ داخلی در تاجیکستان شروع شد، کشور اسرائیل تمام یهودیان تاجیکستان را با عزت و احترام به اسرائیل برد. حتی یکی از دوستان ایرانی ما که همسر یهودیش 30 سال پیش مرده بود، با خانواده‌اش در اسرائیل پذیرفته شد. اما من که با 1000 بدبختی به وطن خود ایران آمده بودم و می‌خواستم نان تخصص خود را بخورم، با من چنین برخورد می‌کردند. خیلی دلم می‌خواست اصفهان و شیراز را ببینم، اما من خود و همسرم را به نوعی سربار دیگران حساب می‌کردم و در درون خجالت می‌کشیدم. دوستان و بستگان بیشتر از حد و توان خود به ما می‌رسیدند. همه ی امید من این بود که بتوانم در ایران بمانم و به گونه ای جبران کنم. برای سر و سامان دادن به کارهایم هر هفته دوبار بین ساری و تهران در رفت آمد بودم. ده ها امضا از این و آن گرفتم. سرانجام کمیسیونی تشکیل شد و به من نامه سربسته ای دادند که در ساری به مسئول مربوطه بدهم. اما وقتی آقای مسئول در ساری نامه را خواند گفت این نامه امضا نشده است. باید به تهران بروید، نامه را بدهید امضا کنند و بازش گردانید. دوباره راهی تهران شدم. مگر می شد مسئول مربوطه را پیدا کرد؟ هی می گفتند امروز برو و فردا بیا. هنگامی هم که حضرت آقا را پیدا کردم به او گفتم نامه را امضا نکردی و مجبور شدم دوباره از ساری به تهران بیایم. گفت چه عیبی دارد گردش کنی؟ از جواب او خیلی ناراحت شدم. آخر مرد حسابی 3 ماه است در این راه هم. بی پول و بیکار و همش مهمان این و آن هستم. دیگر تاب و توانم تمام شده بود و به شدت تحت فشار بودم. با خود درد دل می کردم که عجب سرنوشت مزخرفی دارم. نه دیگر روی ماندن در وطن دارم و نه روی بازگشت به شوروی. وقتی که شوروی را ترک می کردم درست مثل سرداری فاتح قیافه گرفته بودم. خدایا چه کار کنم؟ من نمی خواهم دوباره به شوروی بازگردم. این کار برایم به معنی مرگ و شکست است. وای نگاه کن، تمام آرزو و امیدم دارد نقش براب می شود. پس از چندی مرا پیش رئیس سازمان بهداشت و درمان اجتماعی مازندران فرستادند. پس از 1 هفته رفت و برگشت گفتند که باید به اداره حراست مراجعه کنم. به آنجا مراجعه کردم. فردی که مسئول بود با تکان دادن سر جواب سلام مرا داد و گفت بنشین. تا خواستم دهان باز کنم زنگ تلفن به صدا درآمد. آقا پس از احوال پرسی از زمین و زمان صحبت کرد و گوشی را گذاشت. تا خواستم خود را معرفی کنم دوباره زنگ تلفن به صدا درآمد. سلام، خسته نباشید. بچه ها خوب هستند؟ تشریف بیاورید. خدمت شما هستم. سومین بار هم که خواستم شروع به صحبت کنم با زنگ تلفن به صدا درآمد. او گوشی را برداشت. سلام، چاکری، مخلصیم. از ما خبری نمیگیری. خیلی وقت است که شما را ندیدم. تشریف بیاورید، حل میکنیم. مسئله ای نیست. اعصاب من خرد شد. با حالت اعتراض برخواستم و به او گفتم آنچه من میخواستم به شما بگویم فراموش کردم. اما این آقا عین خیالش نبود. یک وجب ریش و یک تسبیح نیمتری داشت. با حال بسیار بدی از اتاق بیرون آمدم. کس نبود آن همه بیچاره چون من، کس مباد از وطن آواره چو من. پس از چندی باز مرا به اداره اطلاعات خواستند و دوباره از همون سوالهای عجیب و غریب از من کردند. عجب سرنوشت غم‌انگیزی دارم. در شوروی به جرم جاسوسی و ایران دوستی چه ها که نکشیدم و حالا که به کشورم آمدم اینها خیال می کنند که من جاسوس روس‌ها هستم. دیگر حالم از این برخوردهای دور از انتظار به هم می خورد و خیال بازگشت در دلم جان می گرفت. مایا هم خسته شده بود. گاهی بحث و جنجال می شد و گاهی هم مایا گریه می کرد. مهمان بودن هم قوز بالا قوز شده بود و فکر می کردم که برای مهمانداران عزیزم صدها سؤال مطرح است. من هرگز نمی خواستم مزاحم کسی شوم و به این سبب در درون خود عذاب می کشیدم. بی پول بودم و رفت آمد به تهران هم خرج داشت و این عزیزانم پول در اختیار من می گذاشتند. چاره ای نبود و من راه دیگری نداشتم. روزی به من گفتن اگر مدارک تخصصی خود را از شوروی بیاوری شاید کار تو درست بشود. آن زمان ایران متخصص اورولوژی کم داشت. من می دیدم که پزشکان هندی و پاکستانی در شهرهای ایران به کار مشغولند و
ولی به من نه تنها کمک نشد، بلکه شاید به صرف اینکه زمانی در شوروی بودم برایم هزار مشکل به وجود آوردند. من دلم را در هجوم آرزو گم کردم، عشق را در کوچه های جستجو گم کردم. پس از جنگ داخلی تاجیکستان، چند نفر متخصص که یکی نیز هم کلاسی من بود به ایران برگشته بودند و در تهران مشغول کار بودند. اما مرا مرتب از این اداره به آن اداره پاس می دادند. نمی دانم این مسلمانان بی‌مروت به کدام گناه ناکرده و با کدام تحقیق و بررسی مرا که عاشق وطنم بودم و هستم و با هزار امید به دامان مادرم پناه آورده بودم آزار می دادند و از آغوش مادرم می راندند. در این اوضاع و احوال زخم معده من شدت یافت و شروع به خون ریزی کرد. در اردوگاه های استالینی مبتلا به زخم معده شده بودم. در سال 1994 با خون ریزی شدید در شعبه جراحی خودمان بستری شدم و با عمل جراحی 2/3 معده و اثنی‌عشر مرا برداشتند. غمگین و دلتنگ، خسته و بدحال پیش دوستم میانچی رفتم. خیال بازگشت به شوروی در دلم تقویت می شد. همسرم از بلا تکلیفی رنج می برد. چه باید کرد؟ حالا با چه روی به شوروی برگردم؟ آیا کاگبه و شوروی پرستان به من پوزخند نخواهند زد؟ آیا به من نخواهند گفت دیدی در کشورت برای تو و امثال تو ارزشی قائل نیستند و باز این ما هستیم که به تو کمک می کنیم؟ حال به اشتباهات خود پی بردی؟ وای که در آن ایام بر من چه گذشت؟ جسم و جانم به آتش کشیده شد. 2 روزی در تهران پیش میانجی و طاهری ماندم و دوباره راهی شمال شدم. مدت ویزای من تمام می شد. نامه ای برای تمدید ویزا نوشتم و به شهربانی به شهر دادم و منتظر شدم. در سوری به قبرستان ملا مجدالدین سر زدم. پدر و مادر، دایی و عمه و بسیاری از افراد فامیل در آنجا دفن بودند. سالها پیش نصف این قبرستان را صاف کرده و در آنجا ساختمان پستخانه درست کرده بودند. آرامگاه پدرم در آن قسمت بود. با پسر عمه مهدی نوریان به پستخانه رفتم. به زمین و در و دیوارش نگاه کردم و در دل می گفتم پدر، عطا آمد، بلند شو، ببین در چه حالم، مرا ببخش که تو را دقمرگ کردم. طبیعت و یا سرنوشت گناهانم را کیفر داد. 10 سال در معادن زغال سنگ یا قبرستان ماگادان زنده به گور بودم. اکنون که به ایران برگشتم تو نیستی. به هر دری میزنم نتیجه‌ای نمیدهد. سرگردان و محزون و غمگینم. مرا در این وطن جایی نیست. مجبورم با پای خود به قبرستان خود یعنی شوروی باز کردم. پدر جان، بدان که من وطن فروش نبودم. همه این رنج ها تاوان وطن پرستی و مردم دوستی و تلاش من برای رهایی مردم از فقر و بدبختی بود. میدانی که همه وطن پرستان کشورم در یک قرن اخیر کم و بیش با نام و بینام این رنج ها را تحمل کرده و می کنند. سرنوشتم این بود. من از تو پوزش می طلبم. پس از اینکه پوستم حسابی کنده شد، سرانجام تا گرفتن پروانه و اجازه کار توسط آشنایی در یکی از بیمارستان‌های خصوصی ساری در رشته تخصصی خود به کار مشغول شدم و مزد مرا ماهی 45,000 تومان تعیین کردند. 2 بار بدون عمل جراحی با نتیجه خوب مریض‌ها را مرخص کردم، اما دیگر جراح‌ها بهانه تراشی می‌کردند. لابد مرا رقیب خود حساب می‌کردند و شروع به بدرفتاری کردند. بار سوم که خود را برای عمل جراحی آماده می کردم، گفتند که چون مدارک جراحی ندارم، اجازه جراحی هم ندارم. سرانجام کار به جایی رسید که قرار شد با دریافت 100,000 تومان تسویه حساب کنم. اما تنها با پرداخت 55,000 تومان مرا مرخص کردند. عطابک جان، سرت را به درد نیاورم. سرانجام ورقه نظام پزشکی من با کمک علمدار و میلانی مورد تایید قرار گرفت. تنها نوشتن ورقه نظام پزشکی در 2 سطر 23 روز طول کشید و از من 6,000 تومان پول گرفتند. پول تابلو 22,000 تومان شد. نصب تابلو 5,000 تومان. کرایه مکتب 23,000 تومان. مالیات 5,000 تومان و تا خواستم شروع به کار کنم تازه مردم آزاری شروع شد. عطابک جان، نمیدانم این نوشته های مرا کجا چاپ خواهی کرد. نمیخواهم همه ی مطلب را بنویسم. کوتاه سخنان که دیگر صبر و شکیبایی و طاقتم تمام شد. نفسی به جای نماند. فکر بازگشت قلب و روحم را به خود مشغول می داشت.
من با مسائل سیاسی کاری نداشتم، اما ولکن من نبودند. پس از یک هفته روزی آقایی آمد و گفت فلان عکس را باید بزنی. گفتم چشم. چند روز دیگر یکی دیگر آمد گفت نه خیر، عکس دیگری را باید بزنی. بی پول بودم، اما امر این آقا هم اجرا شد. چند روز دیگر باز کسی آمد و گفت تو باید کلمه اورولوژی را از تابلو برداری. گفتم الان پول ندارم، کمی مهلت بدهید. آخر من برای این تابلو 23 هزار تومان پول دادم. برای تعویض تابلو مدتی به من فرصت بدهید. او دو روز دیگر پیدایش شد. به او گفتم آیا شما می دانید اورولوژیست یعنی چه؟ از نگاه او فهمیدم که نمی داند. گفتم اورو به زبان لاتین یعنی شاش، ژیست هم یعنی شناس. یعنی بنده شاش شناس هستم و مدت 35 سال است به شاش نگاه می کنم. او گفت به من گفتند که تو باید این کلمه را برداری. جان کلام این که پیاپی برای مسئله درست می شد. آخر به این نتیجه رسیدم که من حق حیات در کشورم را ندارم. هر روز فکر می کردم که شاید فردا اوضاع بهتر شود، اما بدتر می شد و تمام امیدهای من به ناامیدی می گرایید. سالهای سال همسرم را برای زیستن در کشورم آماده کرده بودم. وقتی از پا افتادم او به من گفت تو تمام تلاشت را برای ماندن در کشورت انجام دادی. اگر راه دیگری نیست می توانیم به تاجیکستان بازگردیم. نه در مسجد دهندم ره که مستی، نه در میخانه کین خمار خام است. میان مسجد و میخانه راهی است، قریبم عاشقم این ره کدام است؟ کوتاه سخن از همه طرف به من فشار می آمد و دیگر راهی جز ترک وطن برایم نماند. امروز 14 اکتبر 2002 75 ساله شدم. بیش از 55 سال عمرم در زندان و اردوگاه های استالینی و غربت خانمان سوز گذشت. با آنکه درد زندانیان اردوگاه های استالینی درمانی نداشت و این درد هر روز عمیق‌تر و مزمن‌تر می‌شد و با مرگ پایان می‌یافت، اما من با یاد وطن و خاطرات دوران تحصیل و طبیعت مازندران و بوی پرتقال و نارنج و لیمو و ریزش نم‌نم باران‌ها زنده ماندم. و حالا نیز چنین است. در این سن و سال باز هم با یاد وطن زنده‌ام و در عالم خیال خود را در مازندران حس می‌کنم. توی قوری چینی چای لاهیجان دم کردم. روی زمین و خاک وطنم نشستم و آواز بارون بارونه زمینا تر میشه. گل نسا جونم با صدای زنان و دختران به گوشم میرسن. نمیدانم چرا فلک از من چنین انتقام میگیرد. در آن لحظات غمناک در وطن سالیان دراز مهاجرتم در شوروی به یادم میافتاد و اینکه پیوسته در فکر بازگشت به وطن بودم. برای وطن گریه میکردم، میخندیدم، زمین میخوردم و زخمی میشدم، اما بلند میشدم. قامتم را راست میگرداندم و به عشق سرزمین مادری به تحقیر و عذاب بی‌اعتنا بودم. به راهم ادامه میدادم، مبارزه میکردم، غر میزدم، به عشق وطن پرواز میکردم، آهنگ نفس و تپش های قلبم را با کعبه خودم ایران و مازندران تنظیم میکردم. ولی حالا تنها و غمگینم. حافظ این حال عجب با که توان گفت که ما بلبلانیم که در موسم گل خاموشیم. ای فلک، این چه تقدیریست؟ چرا مهر و داغ حسرت بر پیشانی من زده ای؟ پس از این همه عذاب و شکنجه خود را همچون پرندهی زخمی به آغوش مادر انداختم. اما این روزگار ننگینیست که مادرم اسیر چنگال درندگان توان نگهداری مرا ندارد. ای سرزمین مادری، من از خود می‌گذرم و باز هم در ایام پیری، ای وطن، تو را ترک می‌کنم. اما بگو در کدام این تاریخ پذیرای یوسف‌های گمگشته خود خواهی شد؟ این ننگ را باید پایانی باشد. نه عشقی که دل را به دریا زنم، نه شوری که روسوی صحرا کنم، نه برقم که آتش زنم خرمنی، نه ابرم که با گریه قوقا کنم. بسی قصه از من بماند به جای اگر دفتر سینه را وا کنم. آری دوست گرامی، من از دوران کودکی روی پای خودم ایستادم و به مرور به تلاش و استقامت خو گرفتم.
جفاهای بسیار در زندگی دیدم، اما هر جفا بر مقاومت من افزود و با تلاش شرافتمندانه از هر امکان کوچک سود جستم. هر کجا نم و شبنمی بود نوشیدمش و چون ساقه درخت رو به آفتاب کردم تا رشد کنم. اما به کسی تملق نگفتم. تنها در مقابل خورشید سر تعظیم فرود آوردم که بی منت به زمین و طبیعت و آدمیان جان می بخشن. با تحمل این همه سختی ها و بدبختی ها هنگامی که جراح شدم تا حد امکان سعی کردم به روش خورشید بدون منت به هم نوعان خود کمک کنم. گرچه حیات من سر تا سر به تلخی گذشت، اما من از زاویه دیگری خود را انسانی خوشبخت می دانم. زیرا به وجدان انسانی خود خیانت نکردم و در حد خود آنچه می دانستم و می توانستم به سود ایران عمل کردم. پس از اتمام دوره فوق لیسانس به مدت 20 سال در بزرگترین پلیکلینیک دوشنبه که با شماره 1 شناخته می شد جراح بودم. همه می پرسیدند آن جراح ایرانی کجاست؟ من از شنیدن جراح ایرانی شادمان می شدم. اینجا مردم از من قدردانی می کردند و روزنامه ها عکس مرا می انداختند و مرا تشویق می کردند. اما دریغا که نتوانستم و یا نگذاشتند دین خود را در پیشگاه پدر و مادر و کشور خودم ادا کنم. به هر حال همه یان چه بر من گذشت تاوان ایران دوستی بود که به جان خریدم. که گریبان ایران دوستان از این بی‌عدالتی ها رها خواهد شد نمی دانم. اما این را می دانم که ایران دوستان آزادی خواه و عدالت جو را نمی توان به زان در آورد. من بازگشت خیش به ایرانم آرزوست، آنجا که هست میهن من آنم آرزوست. قلبی پر از امید و سری پر ز شوق هست، دیدار رشت و یزد و خراسانم آرزوست. من شهرهای کشور غربت دیدم، دیگر بس است خاک سپاهانم آرزوست. من کعبه را به خاطر سنگش نخواستم، شیراز را به خاطر یارانم آرزوست. فرض محال گر بهشتم شود نصیب، سر باز میزنم که خطه ایرانم آرزوست. گوشم خراش یافت ز آوای شوم جغد، آواز کوچه باقی تهرانم آرزوست. دکتر عطاء صفوی. زمان کانی زمان گفتند رفتند، فیغان از این جهان گفتند و رفتند. همه وحشت که خودشان آفریدند، ز دستی آسیان گفتند و رفتند. زمان را واژگون کردند خودشان، همه جرمی زمان گفتند و رفتند. ببیلی خیش گوری خیش کندند، ز قصدی دشمنان گفتند و رفتند. بدوزیدن سیم و زرز کانها، همه کمبودی کان گفتند و رفتند. برادر را زکین کشتند لیکن، خطا رفت از کمان گفتند و رفتند. بسان در زمین استاره کشتند، ز نحسی آسمان گفتند و رفتند. با هم کردن بس نامهربانی، فلک نامهربان گفتند و رفتند. زبان را گر نفهمیدن باری، گناهی ترجمان گفتند و رفتند. خیرشان کور بود ایمانشان کور، ز احوال الامان گفتند و رفتند. یک زمان تا داشتم دل، دل ستانت بودم. یک زمان تا داشتم جان، جان فشانت بودم. تا دمی بودیم با هم جان با جان و دل با دل، هم کنار اندر جهانی بیکرانت بودم.
از دورنگی های قسمت تا بیا بیرنگ خیش، در جهانی پیر پیوندی جوانت بودم. در میانی این همه دل ریزه و جان ریزه ها، یک دل و جانی تمامی آرمانت بودم. یاد کن از من که بار در رهی دیدار بخت، شور عشق و نقد وقت و سوز جانت بودم. یاد کن از من که وقت از گذرگاهی نصیب، یک بهاری تازه در قصد خزانت بودم. یاد کن از من که اندر چار فصل عمر عشق، هم زبان هم آشیان هم داستانت بودم.